بسم الله الرحمن الرحیم. پیامدهای انضباط از راه زور و خشم چیه؟ یعنی ما میخواییم به فرزندمون نظم یاد بدیم اما از راه زور و خشم. از پیامدهای آن یکی مقاومته، یعنی بچه هامون مقاومت میکنن در مقابل اون خواسته ای که ما از اونها داریم، در مقابل اون نظمی که ما از اونها میخواییم. بی‌اعتنایی به ما میکنند. از پیامدهای دیگرش پرخاشگریه. از پیامدهای دیگرش بدخلقیه، دروغگوییه، انزوا طلبیه، لجبازیه و از بین رفتن اعتماد به نفس. شخصی نزد آقا امام کاظم علیه السلام اومد و از فرزند خودش به حضرت شکایت کرد. امام در جواب فرمودند که او را نزن، پرخاشگری نسبت به او نکن، بلکه برای مدت کوتاهی به فرزندت بی‌اعتنا باش. هم از لحاظ روانشناسی و هم از لحاظ روایی و دستورات ائمه علیهم السلام، ما اگر می‌خواهیم نظم به فرزندانمون یاد بدیم، از راه زور و از راه خشم نباید باشه، چون اون پیامدهایی که عرض شد باعث میشه که کودکان ما نسبت به ما بی‌اعتنا باشند.